روز دوستان بخیر، علی خیابانیان هستم و امروز میخوام در مورد مینت کردن و رمزگذاری کردن کاراتون در سایت ریلیبل توضیح بدم. خب الان وارد سایت ریلیبل شدیم. چی ها میبینیم اینجا؟ حراجی ها رو میبینیم و کلکسیون ها رو میبینیم و میتونید تو هر کتگوری که خواستین کارهایی که آپلود شدن رو ببینید. یک سری کارها که با یه قیمت ثابت مینت شدن و یک سری حراجی ها رو داریم. الان 23 ساعت از حراجیش مونده و کمترین قیمتش هم که اینجا نشون میده و اگه شخصی هم بیاید بیت بکنه و در حقیقت یه قیمتی رو پیشنهاد بکنه اینجا مینویسه براتون و یا شما میتونید خودتون پلیس بیدو بزنین و یه قیمتی رو پیشنهاد بکنین که باید از این قیمت بیشتر باشه و کارهای مختلف دیگه هم که تو سبک‌های مختلف اینجا میبینید. اینایی که تیک دارن دوستان، اینایی که تیک دارن کسایی هستن که وریفای شدن و یک سری شرایطی داری که الان بعدن توضیح میدم براتون و خیلی کمک میکنه به فروش شما، به یه جورایی مثلا شبیه تیک اینستاگرامه، ده به اون سختی نیست. خب من اینجا یه دونه کانکت ولت رو داریم، حتما باید به کیف پولتون چه کانکت بشین و در حقیقت همیشه گفتم که این سایت ها مارکت پلیس ها شما رو بر اساس اون کیف پولتون نمیشناسن، باید اون رو وصل بشین و الان کیف های پول های مختلف رو دارین. من متامسک رو دارم و وصل شده. الان من اگر روی این قسمت دقیقت این عکسی که من انتخاب کردم روش کلیک بکنم، من چیه یه سری مشخصات برای من میاره دیگه. من میتونم پروفایلمو ادیت بکنم و آیتمایی که من دارم و حتی و پولی که در کیف پولم من موجود هست و آدرس حساب بانکیمو اینجا کیف پولم رو اینجا مینویسم. من الان مای آیتمو میزنم و میام اینجا کارهایی که آپلود کردم من و تعداد فالوورایی که دارم اینا رو داریم و شما چقدر چند تا کار رو مثلا رفتین لایک کردین اونا رو نشون میده و اکتیویتی رو اگه بزنین یه لیستی خواهد آورد برای شما. الان اینجا میتونین اتفاقاتی که داره میفته در این مارکت پلیس رو ببینین. این اتفاقات مخصوص شماست. خب مثلا پپه الان منو داره فالو کرده یا کی مثلا کافلان کار منو لایک کرده. خب روی هر کدوم از این دقیقه اسامی هم کلیک کنیم میتونیم بریم و پیج اون شخص رو ببینین و میتونین حساب توییتر اینستاگرامش رو ببینین، حالا خواستین فالو بکنین کاراش رو ببینین. در اینجا نمیشه پیام داد ولی شما میتونین که از طریق شبکه‌های مجازی وارد ارتباط بشین با این افراد. حالا اگه پسندیدین کارشون رو میتونین اینجا حسابشون رو میتونین فالو بکنین. بعد مثلا اگه خواستین ببینین که فالووینگای شما مثلا چی کارایی کردن میتونین از اینجا انتخاب کنین و اینکه بگین که مثلا خرید کردم، فروختم، مثلا انتقال دادن یکی از NFT‌هاشون رو به بقیه، یا اینکه مثلا فرض کنیم برای یک کاری پیشنهاد قیمت دادن رو از اینجا میتونین قشنگ مشخص بکنین، فیلتر بکنین. در حقیقت الان اگه اولو بزنن همه اتفاقاتی که توی ریلیبل داره میفته رو به ما نشون میده و من میگم من اون کسایی که خرید کردن رو به من نشون بده و اینجا میه که مثلا توسط کی مثلا بای هیدر مثلا به فلان قیمت مثلا خریداری شده این کار. ما میتونیم اینجا لیست قیمت ها رو ببینیم و بر اساس این که مثلا کیا خریدای در حقیقت بزرگی رو انجام دادن رو مشخص کنین و برین فالوشون کنین و باشون ارتباط بگیرین. کمک میکنه به این که در حقیقت کلکتور ها رو و افرادی که جدی هستن رو بشناسیم و در این ها هنرمندای خوب رو هم مثلا ببینیم که حالا ما اونو غیر فعال کردم کیا
فروش‌های خوبی داشتن. باز اینجا کارهای مختلف قیمت‌ها رو میتونین ببینید. و دوباره روش کلیک کنید و برین نه به حساب اون نه شخص و الان میبینید که فرقیشون مثلا تازه شروع کرده، به خصوص اون تازه کارها الان نه دقیقا سرمایه هایی که یک سری افراد حالا تریدر باشن یا شخص معمولی باشن توی اتریوم جمع کردن و میارن نه و روی NFT سرمایه گذاری میکنن و معلوم میشه که مثلا میبینین که شخص خودش هیچ چیزی رو کرییت نکرده و فقط خرید داشته، مثلا فقط خرید داشته. حالا من باید یکی از اینا رو به شما نشون بدم که فقط یک مجموعه رو جمع کرده و هیچ کرییتی نداشته، یا مثلا این که دو سه مورد مثلا نه خودش کرییت داشته ولی توی مجموعهش مثلا 20 مورد کار وجود داره. معلومه که ایشون نه علاقه دارن که ببخشید کار بخرن و یک کلکسیونی رو داشته باشن. حالا البته بیشتر یه مقدار اینا هم حدس و گمانه دیگه، موارد دیگه هم هست که میتونیم بهش بپردازیم. خب من دیگه نمیخوام زیاد اینجا مشغول بشیم، بریم ما یه کار جدیدی رو کرییت کنیم. من روی کرییت کلیک میکنم. اینجا برای شما میاره که آیا میخواین نگه تک کار رو در حقیقت مینت بکنی یا اینکه نه میخوای یک کلکسیون رو مینت کنی، یعنی میخوای از یک کار مثلا 10 تا بفروشی ولی اینجا میخوای یه دونه مثلا از این نه کار بفروشی. اگه دقت داشت کرده باشین توی صفحه من الان مثلا من اینجا این کارم فقط یه دونه است، یه دونه از این فقط کار من دارم میفروشم مثلا به یک قیمت مشخص. خب الان از این کاری که از این کار من یه دونه است، یه دونه فروش من برای فروش گذاشتم ولی اینجا یک مجموعه که 18 تا ازش دارم و هر کدوم از اینا 45,000 اتریوم مثلا فروش میده و اینجا مثلا مشخص کردن که 10% از هر فروش بعدن که فروش میکنیم چیه به حساب من واریز بشه، یعنی هر شخصی که اینو خریدی دوباره خواست مثلا اینو بفروشه 10% به حساب من میاد و 1% 2.5% هم در حقیقت ریلبل خودش میگیره. کلکشنی که اینجا داریم مال خود ریلبله، من خودم در حقیقت کلکشن جدید رو ایجاد نکردم و الان خواهیم دید که حدود 400-500 دلار را هزینه این کلکسیون جدید میشه، ایجاد کلکسیون جدید میشه. و یه مسئله ایم که میخواستم بهتون بگم اینه که حتما نه عکس درست برای خودت انتخاب این کاور بذارین و اینکه مشخصات پروفایلتون کامل پر بکنین و یک سایتی هم برای خودتون داشته باشین. تو قسمت یعنی برین نه سایت wix.com اگه برین اونجا میتونین مجانی برای خودتون سایت بزنین و این خیلی مهمه، حتی به عنوان اولا به عنوان هنرمند و دوم این که برای معرفی کاراتون برای خریدارا که چقدر شما آدم جدی هستین، یا این که بره کاراتون رو میتونه بره و یک مجموعه در یک سایت میبینه. الان اینجا کنار هم من کارامو گذاشتم و میتونه خریدار بره ببینه. و مسئله بعدی هم اینه که اینجا شما بازم میتونین تابلوهاتون به فروش بذارین، نه قسمت فروش هم داره و برای اینکه اون شما برین نه با اون تیکه در حقیقت ریلبل رو بگیرین بازم لازمه و حتما هم که توی یوتیوب و اینستاگرام حساب داشته باشین و تعداد فالووراتون باز توی این چی میگن گرفتن این تیک مهمه و کسایی که میخوان بیان با شما آشنا بشن، به خصوص یه سری کلکتورای جدید جدی داریم که میان کاراتونو میبینن و ببینن شما چقدر فالوور دارین، چقدر تو کاراتون جدی هستین، چقدر آدم مشهور معروفی هستین، آیا ارزش سرمایه گذاری داره یا نداره. بس این موضوعاتی که گفتم من خیلی مهمه. الان من دیگه اینا رو ببندم و یه نکته دیگه این که در همین صفحه اولم شما میتونین که
فروشنده ها یا خریداران یک روز گذشته یا 7 روز گذشته رو میتونین ببینین که چقدر معامله کردن. و من یک متن ایشون انتخاب کردم. الان اگه بریم توی صفحشون یه عکس عجیب و غریبی هم دارن ببینین. الان اینجا فالوورها و اینا رو داریم، 128 تا خودش کرییت کرده، ولی توی کلکسیونش میبینین که 222 تا هست. حالا من شناخت زیادی از ایشون ندارم، ولی معلومه که هم هنرمنده و هم میخواد یک مجموعه قوی هم داشته باشه و بعدا از اونا برای فروش میذاره. یعنی یک تجارت، یک هنرمند، حالا مجموعه دار یا کسی که میخواد با کارهای هنری تجارت بکنم، جالبه برای من. بعضی کارا میبینی که خیلی ضعیفن ولی قیمت های بالایی هم داره دیگه، مثل یک اتریوم اینا. خب یک بخش مهم شاید این ریلیبل این قسمته، ریلیبل انالیتیکس. شما اینجا آنالیز های در حقیقت هزینه سوختی رو که باید بدین، هزینه گسفی رو که باید بدین رو بهتون میده و این روزا خیلی پایینه ببینین و V22 و الان اگه بخواییم بیایم اینجا من بررسی کنم، شما میخواییم یک کاری رو، میخواییم یه دونه یک تک کار رو سینگل رو میخواییم مینت بکنین، رمز گذاری بکنین، 18 دلار میدین و این قراردادی هم که با شما میبنده و افروف کردنش 2 دلار. کلکشن یه مقدار پایین تر قیمتش و افروف بر افروف کردنش هم 3 دلار میگیره که اخیرا من افروف چیز میند کردم، هزینه برای افروف کردن از من نگرفت. بالا این متوسط قیمت گاز رو به شما نشون میده. با سیف کاری نداشته باشین، آدم گول میزنه، آدم فکر ها این 5 دلاره الان چقدر خوبه فلان اینا. نه، شما محاسب وقتی که میخوان یه کاری رو مینت بکنی میای محاسبه میکنین و حد وسط بین حالت اوریج و حالت اوریج و فست رو میگیرین. مثلا الان 13 و 14 و هلوهاش 13 خواهد، یعنی شما 13 دلار هزینه مینت خواهید داد. البته میبینی این لحظه‌ای داره عوض میشه این قیمت ها، اون لحظه‌ای که شما دارین مینت میکنین یا رمز گذاری میکنین که الان خواهیم دید، اون لحظه گسفی شما چقدره اونو در نظر میگیره. این قیمت پایین دا تجربتاً دارم میگم، مثلا من مینت کردم مثلا 6 دلار مثلا نوشته، ولی این 6 دلار سرعت پایین در حقیقت سرعت پایینیه، هزینه پایینیه برای مینت کردن و سرعتش خیلی پایینه و میبینین که میره تو حالت پندینگ قرار میگیره و منتظره که یک فرصتی پیش بیاد. مثلا فرض کنین نه تو این نه تراکنش های بلاکچین اتریوم یه فرصتی پیش بیاد خلوتتر بشه و شما رو اون وسط در حقیقت رد کنن بره که به ریسکش نمیارزه. دوده از دوستان که مثلا 2 روز گذشته منتظر بوده که این نه در حقیقت معامله اتفاق بیفته. پس اوریج حداقلشه دیگه اینجا. بعد اینکه اگه کسی اومد به شما قیمت داد، قیمتیات شما برای قبول کردن قیمت ایشون باید هزینه پرداخت بکنین، اکسپ کردنش باید هزینه پرداخت بکنین. این خیلی مهمه، شما باید یه هزینه رو اینجا بهش بدین. از حواستون به این باشه و فکر نکنین که مثلا دقت کنین فکر میکنین که فقط باید اون 2% که ریلیبل از شما میگیره رو در نظر میگیرین، ولی در صورتی که مثلا فرض کنیم اگه مثلا 100 دلار قیمت کار شماست، خب 2.5% که میره برای ریلیبل، بعد 18 دلار هم مثلا بدیم برای اکسپ کردن این بیت. خب به دب خریدن NFT هم هزینه داره، این هم مهمه که چقدر از شما پول میگیرن. پس به اینا حتما باید به این جدول دقت کنید، فوق العاده این مهمه. من الان کرییت رو میزنم و به من میگه که میخوای یه تابلو فقط یک تک اثر رو به فروش بذاری. میگیم خب ما یک تک اثر میخوایم به فروش بذاریم. بعد اینجا فایلایی که پسوندایی که مورد قبولش هست PNG، GIF، مثلا این تیبل JPG میتونستیم بذارین، ولی خب الان من
PNG رو دارم، یعنی PNG رو قبول میکنه، یا برای انیمیشن ها MP4، برای آهنگ و موسیقی هم MP3 رو انتخاب میکنه. بیشتر از 100 مگابایت هم نباید باشه. من الان یه فایل رو انتخاب کنم. خب فایلم رو انتخاب کردم اینجا. بعد من از من نمیپرسه که شما میخوای یه قیمت فیکسی به این بدی یا اینکه نه میخوای یه دونه هر راجی که مدتش رو تعیین میکنی 3 روز 7 روز رو در حقیقت اجرا کنی، یا اینکه نه unlimited auction. بستگی داره که شما کدوم رو انتخاب کنی. نمونه هاش هم که اول کار نشون دادم بهتون، هر راج گذاشته بودم. حالا من میرم روی فیکس. بعد قیمت هم به اتریومه. حالا میتونین به بقیه یه سری رمزارزا رو هم انتخاب کنین. مثلا من برای این کار می نویسم خب 1/10. باز اینجا قیمت هم به دلار میگه و میام پایین. خب کلکشنتون چیه؟ آیا خودتون میخواین کلکشن درست بکنین؟ نه. که باز اگه اینجا تصویر رو ببینیم، create collection الان 188 دلاره. بهتر چون نه میگم دیگه این روزا قیمت اتریوم ما تغییر پیدا میکنه یه مقدار، مثل این که چی میگه این تعداد تراکنش ها کمه و هزینه سوختم کمتر شد. برگردم اینجا. ولی خب من معمولا و اکثرا ریلبل رو انتخاب میکنم. حالا باز اینجا خواستین نه فایل اصلی اینو، مثلا فایل 3D اینو آپلود بکنیم، میتونیم لینک یه جایی این تصویر، این فایلش رو، تصویر که نه، تصویر رو آپلود کردیم، فایلش رو یه جایی آپلود بکنین و لینکش رو بذارین نه اینجا، تا اینکه اون شخص بعد اینکه خریداری کرد بتونه بره از اونجا اون فایل رو دانلود بکنه. بعد خریداری کردن این نه لینک براش ظاهر میشه. خب مثلا نه من یه اسمی رو بهش میدم، یه توضیحی هم اگه داشته باشیم. من می نویسم مثلا سایزش، مثلا فرض کنیم 1600x1600 پیکسل. یه توضیح خوبم براش بنویسیم و بنویسیم که مثلا این از مجموعه، فرض کنیم مثلا دارم میگم کاری که من انجام داده از مجموعه انسان و هستی، یا مثلا حضور انسان در جهان هستیه و مثلا شماره 1شه و این داستان همینطوری ادامه داره. من کارهای دیگه ای رو هم اینجا خواهم گذاشت، زیادن طولانی نکنین. بعد میگه که شما هر دفعه بعد اینکه فروختین چقدر چند درصد میخواین از این نه فروشتون بردارین. اگه 100 دلار مثلا شما فروختین برای یه نفر دیگه، اونم برمیداره 110 دلار برای کسی دیگه میفروشه، شما 10 درصد پورسان میخواین، یا اینکه 20 درصد میخواین. حق مثلا یه جورایی مثلا میشه 11 دلار مثلا اگه 10 درصد در نظر بگیریم. خب شو ادوانس ستینگ هم که باز اینجا سه اطلاعات دیگه میتونیم بنویسیم که معمولا من اونجا رو پر نمی کنم. و بریم بیاییم بریم الان روی کرییت. کرییت رو میزنیم و یه مقدار این زمان بر میتونه باشه، با توجه به اینم که ما با فیلتر شکن داریم وصل میشیم، یه مقدار سرعت اینترنت میبینین که میاد پایین. خب الان ببینی الان هزینه افروو رو حال که اوکیه، چیزی از ما نمیخواد، فقط برای مینت کردن یا رمزگذاری کردن. استارت رو من میزنم تا اینکه ببینیم من آره چقدر هزینه برای ما نوشته. ببینین 20 دلار برای ما نوشته. حواستون باید باشه دیگه دوستان. الان بریم گسفی رو مثلا ببینیم. بله اینجا 14 دلار الان 15 دلار را برای اینکه سریع ترین نه معامله انجام بگیره. بیام روی کیف پولم. اینجا اگه ادیت رو بزنین دوستان میتونین نه ببینین که حداقل مثلا اگه با سرعت کم مثلا میخواین این کارتون مینت بشه یا این نه تراکنش رو انجام بشه، معاملت رو انجام بشه یا با سرعت سریع و اینا، باید به این موضوع دقت کنیم. معمولا من ریسک نمی کنم، یعنی یک دو بار این کار انجام دادم و اشتباه بود که بیام مثلا با سرعت پایین تر میگم آره دیگه اینجا مثلا 5 دلار مثلا صرفه جویی کردیم.
پس اینجا خودت هم میتونه وارد بکنین، البته میتونی سه عدد رو وارد کنین که مثلا من اینقدر مثلا میخوام پول وارد کنم، پول پرداخت کنم. الان من اینجا چیز هزینه گاز رو تغییر دادم، چقدر میخوام پول پرداخت بکنم. حالا ممکنه که خوشتون نیاد یا بگین که زمانی دیگه که هزینه کمتری داشت من میخوام ما کارام مینت بکنم، بس کانفرم نمی کنیم و ریجکت میکنم این کار رو. الان اینجا هم کنسل کردم. تایم اوکشنم بزنم، باز اینجا حداقل قیمت رو می نویسم. خب اینجا هم که دبلیو اتریوم، حالا من دقیقا تلفظشون درست نمیدونم، دقیقا معادل همون اتریوم ماست، دبلیو اتریوم معادل همون اتریومه. و میگه که چند روز میخوای این حراج ادامه پیدا بکنه، میگیم 5 روز باشه، بعد اینکه لیست کردی باشه، یا اینکه نه خودت میخوای مثلا یه تاریخی رو بهش بگی، مثلا از فردا شروع کنه، از فلان روز شروع کنه. بعد همین تایتل و توضیحات و 10% و این چیزها همشون اینجا هست. حالا برگردیم روی این موضوع که من میخوام ما کارم یک مجموعه دقیقا مالتیپل ایجاد کنم. اینو میزنم و باز دوباره میرم من تصویرم انتخاب میکنم. ببخشید من یه اشتباهی کردم، اونم این که توی ما الان تو حالت کلکشن نبودیم، تو حالت سینگل بودیم و ببخشید حالت مالتیپل نبودیم، تو حالت سینگل بودیم. و اینجا قیمت گاز 20 دلار، اون که حدودا 22 دلار ما قیمت داده بودن، اوریجش هم 19 دلار بود. من اومدم این پایین رو نگاه کردم. الان میخوام یه دونه کار مالتیپل ایجاد کنم، هولوش 14 دلار باید پرداخت بکنم. خب میایم اینجا، باز اینجا میگه قیمت فیکس میخوای یا اینکه میخوای نه یه دونه حراج بذاری که زمان بندی نداشته باشه، محدود نباشه. و اینجا من قیمتشو مثلا میگم، مثلا میگم که مثلا فرض کنیم 1/100، من معمولا میگم که کمتر از 0.05 یا 0.04 دیگه 0.05 نذارین. خب باز اینجا نوشته که 2.5% میره به جیب ریلیبل و برای هر کار شما 137 دلار پول خواهید گرفت. تایتلمون چیه؟ خب حالا باز دوباره یه دیسکریپشنی داریم، مثلا حالا سایزش فلان قدر باشه و یکی چند درصد دوباره شما میخوای بعد از هر فروش به شما برسی که اینو گذاشیم 10%، چند از این کارت میخوای بفروشی. مثلا میگیم که قیمت هم پایین گذاشتیم، من میگم 18 تا از این کار میخوام بفروشم و هر دفعه از این کار هر یک دونهی که فروش میره در حقیقت 500 اتریوم میاد به حساب شما واریز میشه. حالا من اینجا کرییت رو دوباره میزنم، منتظر بشین که خب بازن دارم میگن دوستان دعا کنین. نگه نکته خیلی مهم اینجا اپروو رو دیگه از ما پولی نگرفت، ولی ممکنه از شما بیاد پول بگیره. خب اینجا الان چقدره؟ مثلا 3 دلار برای اپروو میگیره. شما این 3 دلار رو باید پرداخت بکنین. این شما این 3 دلار رو در حالتی دارین پرداخت میکنین خب که نمیدونین که برای مینت کردنش چقدر پول خواهد گرفت از شما. یعنی بستگی داره به شانس شما دیگه. الان مثلا دیدیم تو اون قبلیه برای مینت کردن یک تک کار 20 دلار بود، خب ولی از ما اوریجش 20 دلار، از ما 22 دلار خواست. یعنی یه جورایی چیز نامعلومه چی به شانسمون مثلا در بیاد. حالا میگم باید چی کار بکنیم، چرا کاری دارم، این خیلی مهم، نکته خیلی مهمیه. من روی اشتباه کردم، یه مقدار از پولم یعنی اضافی برای مینت دادم. حالا بس من استارت رو بزنم ببینیم برای این چقدر میخواد. بگیم 15 دلار. خب یس میمونم توی اوریج 15 دلار. خب الان شما قشنگ اینجا میتونه اینو کانفیرمش بکنین و کارتون تایید میشه و هیچ مشکلی هم نمیاد. یه دونه اینجا باید امضا بکنین نه، و اینجا هم که دیگه پولی چیزی از شما نمیخواد. بس در دو مرحله از شما پول خواهند خواست و کنسل کردم.
یه دونه نکته‌ای که اینجا هست اینه که شما پوتان مارکت پلی پلیس رو مارکت پلیس رو میتونید تیکش رو بردارین، یعنی غیر فعال بکنین. وقتی که اینو غیر فعال میکنین و میاین کرییت میکنین، دوستان ببین دیگه هزینه برای مینت کردن، یعنی دهه هزینه مینت کردن از شما میگیره و اون دهه حقیقت ترانزکشن رو از شما هزینه‌ش رو نمیگیره. من دوباره استارت رو میزنم اینجا و ببینم کنچکا هم 15 دلار فعلا. خب ریجکت کنیم. خب اینو چرا اندارم معلوم میگن که این تیکش رو بردارین؟ نکته اصلی اینه، گفتم که بستگی داره که بس ما اینجا دوتا پول میخواییم پرداخت کنیم، یکی برای این معامله ترانزکشنمون و یکی هم برای این رمزگذاریش مینت کردنش. اول وقتی که من میام ما در این حالت میام کرییت میکنم، اول از شما چیه؟ میگه که من نه برای اپروف کردنش از شما یه دونه هزینه میخوام، که گفتیم که تو این نه قسمت دیگه اپروفش اوکی، از ما پولی نخواست. ولی اگه از شما خواست، دقت کن، اگه از شما خواست و شما میایین مثلا 3 دلار 5 دلار پرداخت میکنین بدون اینکه به شما نشون بده که این نمیند کردنش چقدر هزینه میبره، شما ممکنه که اون 3 دلار 5 دلار رو بدین، ولی چیه؟ وقتی که دارین نمینت میکنین ببینین که مثلا بیشتر از این گسفی که مثلا اینجا نوشته از شما پول خواست. به خاطر این، حالا الان که دیگه اوکیه، به خاطر این موضوع من اومدم توی دو بار تو دو مرحله چیز کردم، تیکه اینو برداشتم، مثلا تیکه اینو برداشتم و گفتن که من فقط مینتش میکنم رمزگذاری بشه. و بعدن رفتم من، شما بعدن که میرین توی حساب خودتون میبینین که اینجا توی کرییت مثلا 5 تا نوشته، خب ولی برای سیل شما 4 تا دارین، یعنی چه؟ قرار داده اپروف نشده. این هم یه شگردیه که حواستون باشه بهش. و یه مسئله آخرم اینه که شما میتونین بیا اینجا وارد دقیقاً اتاقای بحث و گفتگو بشین، این خیلی مهمه. اینجا اتاقای مختلفی رو تشکیل میدم، موضوعاتی که خود کاربرا خود اعضا تشکیل میدن و شروع میکنن نه به صحبت کردن و با هم دیگه آشنا میشن، کاراشون رو معرفی میکنن نه. و بسیار بسیار مهمه اینجا، متاسفانه اینجا هم لول بندی داره، هر چقدر که بیشتر فعالیت میکنین لولتون میره بالاتر. و مثلا فرض کنیم که الان من اینجا توی لیستم ببینم اتفاقات جدید چی داریم. مثلا اینجا می نویسن که حالا مثلا show your best work for collectors، مثلا نه می تونید اینجا بیاین و ریپلای بکنین و لینک کارتون رو اینجا پیست کنید و ریپلای بکنید تا اینکه بقیه چه ببینن. حالا مثلا فرض کنیم اینجا من یه دونه خودم یه پست مثلا باز کردم که انیمیشن کلکتور مجموعه دارا بیشتر انیمیشن ترجیح میدن یا اینکه تصاویر رو ترجیح میدن. این لایک هایی که به شما میزنن برای کار برای ایدتون میزنن نه مهمه برای موضوعی که مطرح کردین و موضوع مهمی باشه، شما میتونین نبیاین اینجا بوکمارک بکنین و دونه دونه برای هر کدوم از این بحث ها میتونین دوباره برای هر کدوم از این شخص ها ریپلای بزنین و خیلی فضا برای آشنایی و بحث و همفکری مهمه و حتما باید این کار انجام بدین. و معمولا من تو آموزش هایی که دیدم این نکته نبوده، حتما باید تو این بحث ها شرکت بکنین و خودتون موضوعات جدیدی رو مطرح بکنین. حتی میتونین که بیا اینجا، مثلا من اومدم و از یوتیوب این پایین ببین از یوتیوب یکی از کارام رو چیکار کردم اینجا،
شیر کردم و نظر خواستم که آیا میتونه این NFT باشه یا نه، که و یه سری از دوستانم که اومدن نه بهش نظر دادن. اتفاقی که دوستان گفته بود که این سرعتش پایینه، یه مقدار دوربین لرزش داره. با دوباره هم اینجا باید شما یه دونه پروفایل جدید برای خودتون باز کنین، عکس بذارین. Xpand رو وقتی من میزنم اینجا باز میشه. یک کاوری هم باید بذارین. باز اون سایتی که شما دارین هم مهمه و موضوعی که مد نظرتون بوده. و حتما هم اینجا باید آد لینک توی این پروفایل، لینک اون صفحهی که توی ریلیبل باز کردین رو بذارید، تا اینکه از اون طریق بتونن نه دوستانتون تو اون نه اتاق بحث گفتگو کارای شما رو ببینن. و پایین هم مثلا صفحه اینستاگرام و لینک کتابامو هم من اونجا گذاشتم. و مثلا من الان تراست لول هم مثلا چی هست، اینجا لولتون که بالاتر میره رو نشون میده. ایمیل مهمه، باز شخصی میخواد با شما ارتباط بگیره. چیز دیگه به ذهنم نمیرسه. و اینکه حتما اتفاقاتی که توی صفحه اول در حقیقت ریلیبل داره میفته اینا رو کنترل کنید، کیا فروختن، چه کلکسیونای جدیدی ایجاد شده، قیمت ها در چه حدیه مثلا، و پیگیر در حقیقت کارهای جدید هنرمندان باشه. موفق باشین. اگر سوال داشتین میتونین نه با من در میون بذارین، یا توی یوتیوب کامنت بذارین، یا ali_khiabanian@yahoo.com بهم پیام بدین، یا توی صفحه اینستاگرام علی خیابانیان من در خدمت دوستان هستم. موفق باشید.